دوستان درود بر شما. کشتی دوم علی اسکو در مقابل گوتو از مولداوی کار سختی داره. کشتیگیری چغر بد بدن و سخت پوش. وزن 77 کیلوگرم کیرانا قهرمانی امیدهای جهان 2024 پایتخت آلمانی درخواست چالش میکنه علی اسکو. میگه که پا رو قاطی کرده. تو این شرایط معمولا کشتیگیرها خودشون بهتر تشخیص میدن تا دوربین و مربی. ببینیم چه خواهد کرد در ادامه کار. در مورد گوتو از مولداوی، گوتویی که امین کاویای نژاد رو در زاگرب شکست داد، کاویسی رو در جوانان جهان 2022 شکست داد. امیدواریم علی اسکو بتونه انتقام اونا رو بگیره ازش. البته در زاگرب در فینال محمد علی گرایی دو بر دو این کشتیگیر رو شکست داد. کشتیگیر بسیار چغر و بدبدنیه. طلا و امیدهای جهان رو سال گذشته تو همین سالون گرفته گوتو. امیدواریم که علی اسکو دلاور مازنی ما متوقفش کنه. طلای امیدهای اروپا رو تو سال 2023 داره، دو طلای جوانان اروپا رو داره، طلای نوجوانان اروپا رو داره. گوتو تو رنکینگ زاگرب نقره گرفت، اونجا به محمد علی گرایی باخت. نقره امیدهای جهان رو هم تو سال 2022 داره. از دو سال پیاپی قهرمان شده، اومده حالا 24 هم طلا بگیره. امیدهای جهان علی اسکو کارش رو تمام کنه و متوقف کنه قهرمانی ایرانی رو. بعد از اینکه نتیجه چالنج رو اعلام کنن، توشه کناری هم چالنجه و فعلا نتیجه رو اعلام نکردن. این قسمت داره چالنج انجام میشه. خب Marty, blue step up, and then his action part is step up, 1.3, challenge rough. Challenge up. واگذار کردی. 97 کیلوگرم. اعتقاد داشتن که پارو باتی کرده، ولی خب هیئت جوری این نظر رو تایید نکرد و چالنج رو واگذار کردی. متاسفم. باید برگرده به کشتی. علی اسکو نباید زیاد شلوغ کنه با این کشتی بعد بدن و چغر و کشتی بلد و میدون دیده ایه. تصفیل من دستنگاه هستم و از گاهی کشتی ها از دستم میره، حواسم پرت میشه. ببخشید دوستان. شایان حبیبزاده هم این تشک کشتی داشت که متاسفانه کشتیش رو از دست دادم. بار علی اسکو هر کشتی در میانه تو شد داور میخواد به کشتیگیر ما اختیار کم کاری بده، ولی کشتیگیر ما پابست نذاشته. بازی تایید نکرد، ولی رئیس روشه تایید کرد که کشتیگیر ما باید در خاک بنشینه. که معمولا علی اسکو برسو محکم میشینه. ببینید در مقابل این کشتگیر چغر و گلدار مولداوی چه خواهد کرد. یه لحظه حالا برمیگرده سمت کنده فرنگی. خوب داره جا بجا میشه کشتگیر ما و اجازه نداد مسلط بشه. سرسینه حالا بالا داره تا نتونه بالاخره به هر تدبیر نه کامل نتونست به تابونه. حالا فیتو رو سعی کرد یه لحظه جمع جور کنه. ببینیم دوتا رو دادن. دادن و چه کشتی 5-0 میشه. حالا تازه توالی من فقط یه گوشه دوشک تا
سنج داریم و اگر از زوم در بیارم خیلی فاصله میشه. درسته اینجوری شما تابلو هم داریم ولی خب فاصله خیلی زیاد میشه و لذتی نمیده بهتون کشتی. برگردیم به کشتی، من از روی تابلو نشون میدم بهتون که زمان رو هم در نظرتون داشته باشیم. 45 ثانیه تا پایان سلیقه اول و سلیقه دوم باید سرعت رو بالا ببره. این کشتیگیر از نظر نفسی هم کم نمیشه، باید تحت فشار بذاره تو از اشتباهاتش استفاده کن. علی اسکو او تو از مولداوی کشتیگیری چهره رو بد بدنه. یه لحظه حالا میرفت که تعدادش رو به هم بزنه. کشتیگیره بشیاری این کشتیگیر مدال نقره جام آکسیونو فوت کارنامه خودش داره، طلای آتش‌های جهان رو داره. کشتیگیر مازنی ما علی اسکو، این میتونست یه فینال باشه واقعا. هر کدوم یک کشتیگیر برنده بشن به فینال خواهند رسید مطمئنا. و امیدواریم کسی نباشه بجز علی اسکو. سلیقه دوم این زمان رو داره که تحت فشار بذاره و تو خاک بنشونه گوتو از مولداوی رو. تو شوی لازم رو میدن به شاگرد شاهد تو رایلز و حسن حسین زاده. خب ازنه که کامنت میزنن تشکر میکنن، فهمیدم حتی با یه لایک کردن از ما حمایت میکنن، ازنه تشکر میکنن. ازنه که کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و کشتی‌ها رو تماشا کنید که ما هم دلگرم بشیم هم حمایتی بشه از ما. هیچ هزینه ای هم نداره، فقط سابسکرایب کنید و کشتی‌ها رو تماشا کنید. بریم به ادامه کشتی. سلیقه دوم از 72 کیلوگرم یه دستو کشی باید تحت فشار بذاره، هم افتار بدی هم صفا باید امتیاز بدی از این کشی، باید حمله کنه تا از اشتباهاتش. یک بار دیگه دستو میکشی میره پای کمرگیری. ببین چرا گندار این کشی دیگه، هر کی دست زد دستو خورد. ولی اینجا این کشی چرا باید بده هم مقاومت میکنه، یک بار دیگه مثل همیشه تمرکز میکنه و حالا باید دفعات کشتنبوزش. امیدواریم که جمعان کنه انتظای عقب افتادن. اگر بتونه لیف کنه میتونه به سالتو بزنه. تو خاک خیلی سخت میشونه، کارانداز سخت میکنه. ببینید چجوری مانع کار کشتیگیر ما شده، دست رو کجا گرفته. کاش همون سمت باید میرفت های بارانداز. حالا سرگردن رو گرفته باید رها میکرد. ببینید چجوری تو خاک نشسته، این کنه چسبیده رو تو شهر. ببینید ربی خیلی سعی میکنه لیفت کنه، همونی که گفتم میدونست این کشتیگیری تو خاک سخت میشینه، سعی کرد لیفت کنه ولی لیفت هم نشد. باید بلندش ادامه بده، باید تحت فشار بذاره تا از اشتباهاتش استفاده کنه. چه کشتی 5-1 و گوتو از مولداوی حالا داره کشتی رو اداره میکنه. کشتیگیری ما رو به جلو. یه لحظه حالا اومد دستو بکشه ولی خب خودش خاک شد. یه دوتا دیگه از دست داد. دینه باید بارانداز بخوره، دینه بارانداز بخوره کار تموم میشه. فشار زیادی آورد و بالاخره به هر ترتیب بود باراندازش رو زد. متاسفانه علی اسکو کشتیش رو به قهرمان جهان در سال قبل واگذار کرد و باید منتظر بشه حریفش بره به فینال و مطمئنه این گوتو میره به فینال و علی اسکو باید در شانس مجدد کشتیش رو ادامه بده. خب دوستان و لحظاتی دیگر به جون.